سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان تریدر. به وضعیت بازار در هفته آینده میپردازیم. آخرین هفته سال 2023 هست، در واقع هفته پایانی امسال هستش و ویدئوی تحلیلی بعدی که ما خواهیم گذاشت برای سال 2024 خواهد بود. خدمتتون عرض کنم که روز دوشنبه فردا 25 دسامبر مارکت تعطیله. خب یعنی پلتفرم هاتون کار نخواهد کرد، پلتفرم های معاملاتیتون، مارکت تعطیله و خدمتتون عرضم که مارکت این هفته سه‌شنبه باز میشه 26. خب یعنی در واقع بعد از یک تعطیلی سه روزه، شنبه، یک شنبه، دوشنبه مارکت باز میشه و قسمت جالبش اینجاست، روز سه‌شنبه خیلی از بازارها، خیلی از کشورها تعطیلن. یعنی استرالیا تعطیله، سوئیس تعطیله، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، کانادا تعطیلن. ولی مارکت بازه، آمریکا بازه، داره ریت میده، اصلا خبر داره. اوکی، پس بعد از یه تعطیلی سه روزه بازار آمریکا در غیاب خیلی بازارهای دیگه باز خواهد شد. ممکنه روز سه‌شنبه ما حرکت‌های خیلی خوبی ببینیم. نکنین بقیه هفته بازار بازه تا روز جمعه، یعنی از سه‌شنبه تا جمعه قابل تریده. میتونین، حالا من از در واقع سایت وینزور نشونتون میدم، تو هر بروکری که ترید میکنین میتونین نگاه کنین که تعطیلی‌ها به چه صورته. همشون اینم دیگه فرقی نمیکنه، این پایین مارکت هالیدی یا اگه من بزنم میتونین ببینین که تعطیلی‌ها به چه صورته. همونجوری که میبینین خدمتتون عرض کنم که 25 فردا دوشنبه همه بازار تعطیلن، 26 فارکس کلا بازه، طلا کلا بازه، ایندکس های آمریکا هم همشون بازه. اوکی، تا 29 که میشه جمعه، 29 هم باز همه اینایی که ما کار میکنیم بازه. شنبه و یک شنبه یعنی 30 و 31 دسامبر تعطیله. یک شنبه 1 ژانویه 2024 هم کلا همه بازارها تعطیله. سه شنبه هفته بعدتر یعنی در واقع 2 ژانویه بازار به لوال عادی برمیگرده که این روز هم برای ما روز خیلی مهمی هست. حالا اینا تو ویدئوی هفته بعد راجعش باید صحبت کنیم. پس تو بقیه در واقع بازارها ما مشکل زمانی، مشکل چه بسته بودن، این داستانا رو نداریم. اوکی، خبر خصوصی نداریم. دو سه روز مونده به پایان سال چه خبری میتونه باشه، ولی خب بازار بازه، قابل ترید. خواستم به این نکته توجه بکنین که بعد یه تعطیلی سه روزه داره باز میشه، خیلی از بخش‌های اروپا تعطیله، کانادا تعطیله، ولی آمریکا بازه، پس شاید دلار بتونه یه ارزندامی بکنه. خیلی خب، بیایم چارتا رو با هم دیگه نگاه کنیم. با ایندکس دلار کارمون رو شروع میکنیم. تو تایم فریم دیلی شاید راحت‌تر بشه دیدش. نگاه کنید، روز جمعه گذشته پایین لوی قبلی بست. خب پس در واقع دلار نزولش رو داره به رخ میکشه، اما تو تایم فریم 4 ساعته بخوایم اینو بهتر ببینیم، ما در واقع موجمون اگه به این صورت باشه، یه بخشی رو برگشت، این در واقع موج بعدی بوده که تونسته پایین لوی اینور ببنده. خب الان همه خب متوجه شدن که این موج موفق شده لوی قبلی رو رد کنه. با توجه به این حالت پرایس اکشنی که بعد از ظهر جمعه دیدیم، احتمال اینکه دلار بخواد روز سه‌شنبه با توجه اینکه بقیه مارکت‌ها تعطیلن اصلاح این موج رو انجام بده خیلی زیاده. اوکی، بخواد یه بخشی از اینو برگرده، حالا برای در واقع یا اینکه رد کردن اینجا که بیاد بگه ما سعودی شدیم، یا برای ادامه اون ریزش، احتمال اینکه دلار بخواد یه بخشی رو برگرده خیلی زیاده. اگرم بخواد بره پایین که خب یه خود کار ما سخت میشه، چون با توجه به اینکه موج ریزشی خیلی وقت شروع شده، ما باید صبر کنیم، برگشتش رو ببینیم، رو ریزش بعدیش در واقع کارمون شروع کنیم. وقتی که یه سطحی رد میشه، ما تو منطقه، یعنی تو اون ویدئویی که راجع به لیکویدیتی صحبت کردیم، راجع به این قضیه خیلی گفتیم، اینجا در واقع همون جاییه که خیلی‌ها پایین این منطقه میگفتن خب احتمالاً میره پایین‌تر، به خاطر همونی که معمولا وقتی سطحی رد میشه بازار برمیگرده، بعداً اگه قرار باشه ادامه‌شو بده. خب پس حواستون باشه، اگه دلار بخواد صعود بکنه، رو چارت‌های ما تأثیر خوبی میتونه داشته باشه. مثلا دارم میگم چارت یورو یو اس دی رو براتون بیارم. تو تایم فریم دیلی نگاه کنین، یک ایکوال های زده. ببینین این بزرگش کنم بهتر ببینین، این های فری قبل اینجا
همونجوری که میبینین جمعه درست اون رد کرده، بالای اونجا نوسته. پس اگه قرار باشه دلار صعود کنه، این پتانسیل خوبی برای یه ریزش خوب میتونه داشته باشه، با توجه به اینکه سه‌شنبه خیلی از بازارهای اروپایی تعطیل هستن. خدمتتون عرض کنم که توی تایم فریم 4 ساعته هم شاید بهتر بتونین ببینین که ما توی منطقه خیلی حساسی هستیم و این اگه بخواد، میبینین بالای اون منطقه هم نوستا، اگه بخواد برگرده میتونه مسیر خوبی رو برگرده. چارت دیگه‌ای که شاید یکم بخوایم راجبی صحبت کنیم چارت طلا هست. طلا رو بیاین این ورش رو نگاه کنیم. جمعه صعود خیلی خیلی خوب کرد. ببینید تا این منطقه در واقع مربوط به جمعه چند هفته قبل خودش رو کشوند بالا، نزدیکی عدد 2070 اومد، بعدن یه خالی کردن 20 دلاری رو انجام داد. توی تایم فریم 4 ساعته شاید بیایم بگیم که خب من اینجا الان تقریبا پرایس اکشن رو دارم میبینم دیگه. این قرمز دومیه، پایین در واقع اوپن آخرین سبز ما بسته شده، ما پرایس اکشن شدیم، به منطقه خوبی هم خورده، ممکنه روند ریزشی ادامه داشته باشه. به این راحتی ها نیستش. خب ببینید ما یه منطقه مقاومتی خیلی خیلی مهم توی در واقع هم اینجا که متوقف شده، حالا به عنوان سطح اول، سطح دوم هم بخوایم اینجا رو در نظر بگیریم، عدد 2047، 5 دلار پایین تر از همین جایی که هست. خب اینا منطقه‌های مهمیه، به اون راحتی روی سل یا بای طلا نمیتونیم کار کنیم. خب حواسمون باشه، خیلی چارت خطرناکیه برای این هفته توی این وضعیتی که الان داریم میبینیمش. حالا اگه تو روزهای که تو هفته پیش رو خواهیم داشت بتونه حرکت دیگه از خودش نشون بده، بس فرق میکنه. خب خدمتتون عرض کنم که چارتا تو وضعیت خیلی اوکازیونی قرار نگرفتن که الان من بخوام بگم این چارت فلان اون چارت برمان، به خاطر همون ترجیح میدم که در طول هفته حالا اطلاع رسانی بشه. فقط خواستم بگم که دلار تو اون وضعیت خیلی خاص قرار گرفته، به موازات دلار شاید اوکازیون ترین چارت فعلیمون چارت یورو باشه، یورو یو اس دی منظورمه. بقیه خیلی تو وضعیت خاصی قرار نگرفتن، باید اجازه بدیم که بازار باز بشه ببینیم چه کار میکنن. امیدوارم هفته پایانی سال براتون هفته عالی باشه، بتونین تریدهای خوبی بزنین، با خیال راحت بریم برای سال بعد. وقت همگی بخیر.